با نام خدا و سلام بر شما. به تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. وزیران خارجه امریکا و ازبیکستان در دومین نشست استراتژیک این دو کشور در واشنگتن درباره افغانستان هم بحث و گفتگو خواهند کرد. وزیر خارجه امریکا میگوید که این نشست فرصت را فراهم کرده است تا دو کشور در مورد مشکلات مشترکشان بحث کنند. آگاهان میگویند که ازبکستان روابط نزدیک با کابل دارد و میتواند نقش اثرگذار در تعامل آمریکا و امارات اسلامی داشته باشد. پیشتر مشاور امنیت ملی ازبکستان در نشست در هند گفته بود که نباید افغانستان به انزوا نگه داشته شود. و گزارشی که همکارانم در همین رابطه تهیه کردن توجه کنید. سفر وزیر خارجه ازبکستان به امریکا، موضوع افغانستان یکی از محورهای اصلی این دیدار است. وزیر خارجه امریکا میگوید این نشست فرصت خوب است برای گفتگو درباره مشکلات مشترک دو کشور و دیگر موضوعات از جمله افغانستان. آنتونی بلنکن از تعهدات و همکاری های ازبکستان با امریکا در منطقه قدردانی میکند. این واقعا یک فرصت بسیار خوب است تا بتوانیم روی مشکلاتی که فرار هر دو کشور قرار میگیرد بحث نماییم. ایالات متحده از تعهدات و همکاری های کشور ازبکستان با امریکا در منطقه قدردانی میکند. ازبکستان در حال تلاش میکند تا روابطش را با واشنگتن گسترش دهد که این کشور روابط نزدیک با کابل دارد و بارها با مقام های این کشور گفتند که نباید افغانستان به انزوا برود. اخیراً مشاور امنیت ملی ازبکستان در نشست مشاوران امنیت ملی هند و کشورهای آسیای میانه گفت که نباید گذاشت تو افغانستان به انزوا نگه داشته شود. آگاهان میگویند که ازبکستان روابط نزدیک با کابل دارد و میتواند نقش اثرگذار در تعامل امریکا و امارات اسلامی داشته باشد. سرمایه گذاری 20 ساله که در افغانستان کردن به نفع خودشان باشه، نه به نفع روسیه، چین، ایران و یا کشورهای رقیب دیگر امریکا. و برای این که در این رقابت بی نتیجه افغانستان دخیل نشه، ما فکر میکنم که افغانستان و رهبران افغانستان کسانی که قدرت در دستشان است مکلفیت دارن که یک سیاست خارجی به طرفانه را روی دست بگیرن و تلاش کنند که هیچگاه طرف نباشند. موقف ازبکستان با نظام امارات اسلامی افغانستان بهتر است. تا جایی که لازم است افغانستان باید جزء قوت‌های منطقه باشه. یعنی به این معنا افغانستان باید پیمان استراتژیک با منطقه و قوت‌های هژمونیک داشته باشه، بدون از این که ما با ایالات متحده امریکا در یک سیاست متوازن پیش نشویم و منافع ملی افغانستان را تشریح نکنیم، افغانستان بعید است که از بحران بیرون شود. اخیراً نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان نیز فعال شده و تلاش ها را برای موضوعات سیاسی و اقتصادی افغانستان آغاز کرده است. به گفته وزارت خارجه امریکا در دیدار تانوست با حامد کرزی، عطا محمد نورم حضور داشته است. با این همه قرار است ازبکستان در آینده نه چندان دور میزبان نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه درباره افغانستان باشد. باز هم خوش آمدید مهمانان من در این برنامه. هر یک آقای احمد سعیدی، استاد پوانتون از ازبکستان، آقای داوود عابدی آگاه مسائل سیاسی و همچنان آقای عبدالواحد حکیمی، استاد پوانتون، اینجا در استودیو با ما حضور دارن. مهمانان عزیز را به بحث خوش آمدید میگم. حکیمی صاحب، اجازه بدید در نخست بحث با شما آغاز بکنم. ازبکستان چه نقش را در تعامل کابل با دنیا بازی میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و مهمانان حاضر در بحث و همچنین خدمت بینندگان محترم. ببینین، در ابتدا باید یک اصل رو بپذیریم که ازبکستان نمیتونه یک کشور تاثیرگذار روی تحولات سیاسی، اقتصادی و نظامی افغانستان یا منطقه باشه، اما میتونه یک از کشورهای مهم در منطقه باشه. یک تصمیم گیری در مورد تحولات سیاسی اقتصادی منطقه و افغانستان را فقط کشورهای قدرتمندی که از قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی برخوردار باشه میتونه بگیره. از جانب دیگر بازم علاوه بر این مسائل، خود ازبکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی یکی از کشورهای پرنفوذ و قدرتمند به شمار میره، یک مسئله.
در سال 1996 خود ازبکستان با ایالات متحده آمریکا یک توافق همکاری های نظامی داشت و حتی در سال 2001 ازبکستان با ایالات متحده آمریکا 150 میلیون دلار کمک به ازبکستان عطا کرد. بعد آستا آستا به خاطر که ازبکستان در حوزه کشورهای شانگهای بود، کشورهایی که در این حوزه قرار داشتن و برخی از دیگر کشورها تلاش کردن اعضای شانگهای که تا فشار بیاره سر ازبکستان که ازبکستان روابط خود با آمریکا قطع کنه. به او خاطر بود که دو پایگاه نظامی که ازبکستان پس از 2001، یکی در خان‌آباد و یکی در ترمز که در اختیار روسیه و آلمان و فرانسه بود، اینا را از این حوزه خارج کرد و آمریکا را مجبور ساخت تا از این پایگاه ها نیروهای نظامی خود را بکشه. بعدها آمریکایی‌ها تمایل بسیار زیاد داشتند که بتانه روابط دوستانه خود را با ازبکستان همچنان باقی نگه داره. اما یک انقلاب بسیار نرمی که در گرجستان اتفاق افتید که شما میدانین، بعدها شایعه یا اسنادهای بعد از مقامات ازبکستان افتید که آمریکایی‌ها در راه اندازی چینین نابسامانی در منطقه و بخصوص در کشورهایی که در گذشته جزء اقمار شوروی سابق با دست داشته، بازم روابط ازبکستان با آمریکا به تیرگی گرایید. بعد از اون چیزی که شما خبر دارین در قسمت بیشتر آمریکاییات در حوادث اندیجان که 700 نفر کشته و مثلا نزدیک به 2000 نفر دیگر زخمی شدند، هم بیشتر میخوایم این رو بگویم. البته این دو کشور که چی کارهایی را انجام دادن، بسی است که گفتم میشه قرار است ازبکستان با آمریکا در رابطه با مشکلات مشترکشان صحبت بکنن. میخوایم به این نقطه برسیم. مشترک با این دو کشور است. بله، میخوایم به این نقطه برسیم. در نهایت وقتی آمریکا روابطش با ازبکستان تیره میشه، آمریکا با قرقیزستان روابط دوستانه برگزار میکنه، چین روابط خود با ازبکستان نزدیک میکنه که این نگرانی برای آمریکایی ها باعث نگرانی آمریکایی ها شد. آمریکایی ها اکنون تلاش داره که چگونه میتونه از کشوری به نام ازبکستان که تاثیرگذار در منطقه بتونه برای رسیدن به اهداف خود در افغانستان استفاده کنه. شکی وجود نداره که آمریکا ازبکستان تاثیرگذار هست، اما نمیتونه تحولات خیلی مفیدی را که آمریکایی‌ها از او تقاضا داره او تحولات را نسبت به وضعیت کنونی در افغانستان بازی کنه. این بیایم به عنوان یک متحد استراتژیک آمریکا در منطقه گام برداره. من به این باور هستم که آمریکایی‌ها به بهانه وضعیت نابسامان افغانستان و به بهانه ای که ازبکستان بتانه با آمریکا در قسمت افغانستان کمک کنه، نقشه های فراتر از این را در خود منطقه داره. از جمله میخوایم متحد بسیار قوی برای خود در حوزه اقمار روسیه داشته باشه در اون قسمت که او کشورها عمق استراتژیک روسیه به شمار میره. یک، میخواید جلوی گسترش نفوذ چین را در منطقه کاهش بده و از طرف دیگه میخواید در آینده اگر تهدیدی از طرف این کشورها متوجه دوستان آمریکا باشه، این تهدید در منطقه خونزا شود. سپاسگزارم سیدی صاحب، شما را به بحث خوش آمدید. میگم چرا ازبکستان نمیتونه کشور تاثیرگذار در قسمت انکشاف روابط افغانستان با دنیا باشد، در حالی که این کشور چند پیش حاضر بود میزبان گفتگوهای بین الافغانیان باشد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از سلام عرض ادب خدمت شما، مهمانای گرامی شما، بیننده ها، سلام عرض ادب دارم. در مورد افغانستان دیدگاه ازبکستان تا امریکا از زمین تا آسمان فرق میکنه. اول، ازبکستان علاقمند است بعد از قدرت رسیدن طالبان در افغانستان که از افغانستان تهدید امنیتی متوجهش نباشد. ملاحظات زیاد امنیتی داره. به معنا که حزب اسلامی ازبکستان طرفداران طاهر یلداش، طرفداران آسمان خواجه یوف و همچنین طرفداران جمعه نمنگانی که در افغانستان گفته میشه حضور دارن، ازبکستان از اینا سختش میشه. و از طرف دیگه افغانستان ازبکستان ملاحظات امنیتی که داره علاقمند است که در افغانستان آرامشی باشه تا ازبکستان تهدید نشه. و تا یک و نیم سال گذشته هم با این سیاست را دنبال کرده تا یک روابط تنگ و تنگ با طالبان داشته باشه. اما این که حال امریکا میخواهد با ازبکستان
در یک نشستی در امریکا توسط وزیر خارجه امریکا و ولادیمیر نوروف وزیر خارجه ازبکستان صورت گرفت، این بازی دیگری است. یک و نیم سال به این طرف امریکا علاقمند است به خاطری که در فضای افغانستان کنترلی داشته باشه، باید در منطقه یعنی در کشورهای همسرحد افغانستان پایگاه های نظامی داشته باشه. پاکستان پایگاه شمسی را به خاطر تیارات بی‌سابقه امریکا در دسترس قرار گرفته، اما تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، این کشورهای همسرحد با افغانستان هیچ کدام حاضر نشده که برای امریکا پایگاه نظامی بده. حالا امریکا میخواد با مبلغ هنگفتی اگر ازبکستان راضی شه پایگاه نظامی را به خاطر کنترل فضای افغانستان در منطقه داشته باشه. اما روابطی مقناطیسی یا تنگ و تنگی که بین روسیه و ازبکستان وجود داره، قدرتی را که پوتین در منطقه داره، به هیچ صورت ازبکستان اجازه نمیده که برای امریکا پایگاه نظامی بده. نشستی صورت میگیره، هدف امریکا خواستن پایگاه نظامی هست در ازبکستان، اما خواستن ازبکستان امنیت سرتاسری در افغانستان به خاطر عدم تهدیدات. بنابراین ما باید فراموش نکنیم که بعضی کشورها تا روز تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان اینا در سایه مغناطیسی روسیه هستند. بدون سیاست‌های روسیه اینا نمیتونن با امریکا قراردادی را امضا کنن و پروتکل. گرچه ازبکستان شامل پیمان امنیتی منطقه‌ای نیست، ولی سایه مغناطیسی روسیه اکی در وجود داره. بله، ازبکستان از جمله کشورهایی است که چند پیش سر و صدای وجود داشت که میخواهد حکومت تازه افغانستان به رسمیت بشناسد. حداقل بر اساس خواست مستقیم آمریکا، چیزی که معاون وزارت خارجه این کشور گفت که نباید بعضی کشورها مثل ازبکستان حکومت تازه افغانستان را به رسمیت بشناسند. آیا فکر میکنین که روابط کابل با تاشکند به این حد عمیق است که این دو کشور بتانند روابط خوبی داشته باشند و همچنان ازبکستان بتانه صدای کابل به دنیا برسانه؟ جناب آقای احمدی، چین، ازبکستان، ایران، همین کشورهایی که گفته میشه که با طالبان به طور نسبی رابطه دارن، اینها زیادتر ملاحظات امنیتی دارن. رابطه اقتصادی و ارگانیک و استراتژیک هیچ کدامی نداره. همین لحظه شما من ایسی یک فرزندی آگاه از وطن، چین هیچ نوع سرمایه گذاری اقتصادی نکرده، ازبکستان نکرده، ایران نکرده. این فرمایشات امنیتی است، عمق استراتژی به رسمیت شناختن است. یک گپی را به مردم افغانستان به شما اعلان میکنم، تا وقتی که امریکا طالبان را به رسمیت نشناسه، هیچ کشور اروپایی و هیچ کشوری حتی آفریقایی به رسمیت نخواهد شناخت، به شما عربی. تا وقتی که روسیه یعنی پوتین طالبان را به رسمیت نشناسه، هیچ کشوری، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، آذربایجان، اندیجان، نایجیریا، اینا هرگز به رسمیت نخواهد شناخت. این بازی ها سایه مغناطیسی قدرت این کشورها را باید ما از ذهن مردم خود خالی نگاه نداریم. تشکر. ادامه ی تحول پس از وقفه. یه برنامه باسم خوش آمدین. آبودی سب شما رو به بس خوش آمدید میگم. ما یه نزدیکی ازبکستان با افغانستان ناشی از نگرانی های امنیتی کشور است؟ الحمدلله و کفا و سلام علی عباد الذین اصطفا و بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بتین سلام و احترامات خدا خدمت گرامی شما، دو میمان محترمتان و ملت نجیب افغان تقدیم بکنم. احمدی صاحب محترم، در همسایگی های افغانستان تمام کشورها از ناحیه امنیت یک اندازه تشویش دارند. امارت اسلامی افغانستان به کرات کوشش کرده و اطمینان داده به تمام همسایه ها و جهانیان که از افغانستان خطر متوجه از اونا نیست. اگر اونا اندیشه دارند، باید با مقامات محترم امارت اسلامی و بله. صدر اخیر دیدن که ملا محمد یعقوب مجاهد صاحب در سفر امارات عربی به جهانی اطمینان داد. چون افغانستان و ازبکستان روابط نسبتا نیک نظر به همسایه‌های شمالی دیگر ما دارند،
امریکا با وجود که ضروریات خود و استراتژی های خود در آسیای مرکزی داره، میخواهد از طریق ازبکستان بعضی افکار خود مشترکاً با افغانستان شریک بسازه. فراموش نکنیم که ازبکستان روابط بسیار نیک با اتحاد با روسیه هم نداره و امریکا مایل است که از این ضعف رابطه در بین از این دو قدرت استفاده بکنه و اگر بتانه در سیاست های افغانستان تاثیر داشته باشه هم کوشش های را داره و این کوشش ها را اگر مثبت باشه امارت اسلامی لبیک میگه و موافق است که با همسایه ها و سایر مردم همکاری مثبت داشته باشه. آبادی سه وقت از خاک افغانستان بالای این کشور حمله میشه، وقتی که روسیه که متحد قابل توجه این کشور است میگه که نامنی ها برنامه طور است که نامنی ها از افغانستان به کشورهای آسیای میانه سرایت بکنند، وقتی که خود ازبکستان در مرز با افغانستان رزمایش نظامی را انجام میده، این اطمینان که از جانب کابل داده میشه چه درد را میتونه دوا کنه؟ خب این اختشاشات و یا نامنی هایی که در سرحدات کشورهای آسیای مرکزی رخ میده حقایق است که از توسط افراد و کسانی که شررانداز هستند به وجود می آید. اونا مجبور هستند که مسئله را با امارت اسلامی مطرح بکنند. تمامی کشورها می دانند که بی بنفع امارت اسلامی نیست که از خاک افغانستان به ازبکستان و یا کشور دیگه حرکات نظامی صورت بگیرد. به می خاطر است که دائما ازبکستان کوشش کرده که روابط نزدیک داشته تا حل بکنن. ما شما میدانیم که در سیاست داخلی افغانستان، در حرکات داخلی افغانستان، نه تنها در سرحدات افغانستان بلکه دیروز شما دیدین که در شهر نو کابل اشرار و کسانی که میخواین امنیت افغانستان و منافع اولیای افغانستان را تخریب بکنن فعالیت کردن که به جزای اعمال خود رسیدن. به او خاطر امارت اسلامی و ایس یک دولت قانونی وظیفه خود انجام میده، برازی همسایه های خود حسن نیت خود نشان میده و ازشان تقاضای ازیر هم داره که اونا با امارات همکاری کنن تا جلوی همچه تخریبات گرفته شود. بله، بخواست آمریکا که آقای سیدی اشاره کردن که دادن پایگاه نظامی در ازبکستان است، چگونه این مورد را تحلیل میکنین؟ با در نظر داشت از اینکه شما هم گفتین که روابط ازبکستان با روسیه زیاد خوب نیست، آیا ازبکستان این خواست قبول خواهد کرد؟ با وجود که این موضوع مربوط به ازبکستان و امریکا میشه، امارت اسلامی افغانستان در سیاست داخلی کشورها مداخله نداره، چی ازبکستان باشه و یا کشورهای دیگه جهان. اما ای که چقدر این پایگاه ها امکان عملی شدنش است، من فکر نمی کنم که ازبکستان بخواهد که از این زیادتر روابطش با مسکو تیره تر شود. به او خاطر شاید به این تن نده و اگر این واقع هم صورت بگیره که یعنی میدان هوایی نظامی برای امریکایی ها داده شود تا هم منطقه را و هم افغانستان را در نظارت خود داشته باشند، سیاست داخلی خودشان است. امارت اسلامی و نیروهای مسلح امارت اسلامی قادر به این هستند که از سرحدات خود دفاع بکنند و نگذارند که نه خارجی در اینجا تمرد بکنه و نه از طرف افغانستان به این کشورها کدام صدمه برسند. بسیار تشکر. حکیمی صاحب، مشاور امنیت ملی ازبکستان در نشست در دهلی نو گفت که افغانستان نباید در انزوای سیاسی بره. آیا ازبکستان دنبال از این است که حکومت موجود در افغانستان به رسمیت شناخته شود؟ من شخصا به این باور نیستم که ازبکستان تلاش کنه که شخصا خود ازبکستان به تنهایی امارت اسلامی رو به رسمیت بشناسد. چیزی که آقای سعیدی هم اشاره کرد به او، این یک تجربه ناکام بود در دهه 77 و 78 و 79. ما به این باور هستم که ازبکستان تلاش خواهد کرد، یعنی می خواهد که یک مجموعه باید به عنوان یک
لابی در منطقه عمل کنه که تا کشورهای منطقه تمایل برای به رسمیت شناسی امارات اسلامی پیدا کنه و این تمایلات باعث شود یک دیدگاه در سازمان ملل متحد و آمریکا ایجاد کنه تا از اون طریق کشورهای توانمند و قدرتمند بتونه چون ازبکستان همین لابیگری را بکنه هدفش چی میتونه باشه؟ ببینین ازبکستان نیازمندی های خود دارد نسبت به روابط خود با آمریکایی‌ها و همچنین از طرف دیگه ازبکستان یک از کشورهای منطقه هست. امروز وضعیت طوری است که ناامنی و نابسامانی در افغانستان تنها در افغانستان و یا غیر از افغانستان تنها در یک کشور خاص محدود نمیشه. هر کشوری اگر ناامن میشه و بی ثبات میشه، این بی ثباتی به کشورهای همسایه هم سرایت خواهد کرد. به این اساس کشورهای مانند ازبکستان تلاش خواهد کرد تا بتانه یک ثبات نسبی را در افغانستان به وجود بیاید یا بتانه ثبات کلی در افغانستان به وجود بیاید که از این طریق آنچه که گفته میشه که داعش یا گروه های دیگه بنیادگرایی که در افغانستان جلوی عملکرد این گروه ها و یا تبدیل شدن افغانستان به عنوان یک لانه گروه های افراطی که در مخالفت با ازبکستان قرار داره گرفته شود. شما فراموش نکنید که کشورهای آسیای مرکزی به شمول ازبکستان قبل از در زمان اتحاد جماهیر شوروی و قبل از اون مرکز اصلی اسلام و اسلامگرایی بود و او زمان اتحاد جماهیر شوروی آمد این کشورها گروه های اسلامگرایی از این منطقه رخت بربستند و تا هنوزی که هنوز از هست این تمایلات در منطقه وجود داره، ایلانه ها در منطقه وجود داره. ازبکستان نگرانند که اگر افغانستان به رسمیت شناخته نشه، افغانستان به سویت بحران در افغانستان بحران و ناامنی ادامه پیدا کنه، افغانستان تبدیل به یک مرکزی برای گروه های تروریستی نشه. اونا به خاطر منافع خود و تهدیداتی که فکر میکنن از افغانستان متوجه شان هست میخوای افغانستان همین کشورهای مشترک المنافع اگر تحلیل بری باشه که اگر افغانستان به رسمیت شناخته نشه تروریسم به این کشورها سرایت میکنه تمامشان این فکر ندارن. ازبکستان هم نگران وضعیت امنیتی خودش است اما هیچ وقت تاکید نکرده که باید حکومت افغانستان به رسمیت شناخته شود یا به این خاطر لابیگری کرده باشه. ببینین منافع کشورها، سیاست خارجی کشورها و همچنین رقابتی که بین کشورها فرق میکنه. ازبکستان در شرایط کنونی یکی از نگرانی های اصلیش است که بتانه از طرف افغانستان، هم قسمی که شما پیشتر اشاره کردین، از مرزهای مشترکی با افغانستان داره اطمینان پیدا کنه که هیچ تهدیدی از جانب افغانستان متوجه ازبکستان نبوده و نیست. این یک از مسائل. مسائل دیگه ای که مهم است، من به این باور هستم برخلاف آقای عابدی صاحب که شما در مسئله اندیجان متوجه شدین که تنها کشوری که به صورت جدی خواست این بحران را کنترل کنه روسیه بود و روسیه حمایت کرد. به بیان دیگه حضور آمریکایی ها در منطقه و حضور خود آمریکا باعث خواهد شد که نظام های کنونی در کشورهای آسیای مرکزی مورد تهدید یا نظام های دموکراتیک قرار بگیره. نیروهای مثلا وجود داره در این منطقه که بیشتر تلاش میکنه تا این نظام ها بیشتر انتخابی شه و آزادی بیان در این منطقه به وجود بیایه. این هم نگرانی های خود کشورهای منطقه هست و به خصوص ازبکستان. ازبکستان نمیخواد. میخوایم حکیمی صاحب این پرسش هم مطرح کنم. تعداد کشورهای مشترک المنافع در قسمت شمالی افغانستان وجود دارند، تمام اینا در اقمار روسیه گفته میشن اما سیاست هایشان نسبت به افغانستان متفاوت است. ازبکستان نگران وضعیت امنیتی افغانستان است، چیزی که به او اشاره شد، اما تلاش میکنه که لابیگری بکنه برای از اینکه حکومت به رسمیت شناخته شود. اما در پالویش که همسایش تاجیکستان باشه شدیداً تلاش میکنه که حکومت به انزوا بره. چطور ممکن است که سیاست های مختلف یک کشور بتانه که حداقل به ثبات برسانه یک کشور دیگر نگران کنه؟ اما قسمی که گفتیم منافعش متفاوته. یک، ازبکستان میخواد به این باور است که با آمدن ثبات در افغانستان نگرانی هایش برطرف میشه. دو،
ازبکستان میخواد با این لابیگری هایی که در مورد برسمیت شناسی افغانستان کنه روابط نیک با افغانستان داشته باشه. اما وقت کشورهای دیگه که شما مثلا تاجیکستان رو گفتین، تاجیکستان دیدگاهشان، سیاست خارجیشان و منافعشان نسبت به ازبکستان در افغانستان فرق میکنه. تاجیکستان به این باورند که حضور امارت اسلامی در افغانستان ممکنه در آینده اگر به رسمیت هم شناخته شود ممکنه تهدیدی برای تاجیکستان باشه. و در گذشته هم اگر شما متوجه باشین در دهه 70 در او زمان روابط تاجیکستان با امارت اسلامی او دوره یا طالبا فرق کردن، یعنی تاجیکستان یکی از کشورهای حامی نیروهای جبهه شمال به قلمداد میشد. به او خاطر است که اونا منافع خود را نه در حضور طالبان تعریف میکنه بلکه اینا منافع خود را در حضور امارت اسلامی تعریف کرده میتونه. ادامه یه برنامه پس از وقفه. به ادامه یه برنامه باز هم خوش آمدین. سیدی سیب، پس از ایران حالا قرار است که در آینده نه چندان دور ازبکستان باز هم یک نشست دیگره به نام نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان برگزار کنه و باز هم روی وضعیت افغانستان صحبت بکنه، با در نظر داشت از اینکه کشور در گذشتهام حداقل در 1.5 سال که حاکمیت امارات اسلامی در افغانستان بوده چندین نشست را میزبانی کرده. واقعا این همه لابیگری به خاطر چی است؟ اجازه بدین که یک حقیقت دیگه ایرم خدمت شما آشکار کنم. کشورهایی که در حومه جغرافی افغانستان یا در همسایگی افغانستان قرار دارن بعد از به قدرت رسیدن طالبان در کابل ربابت دارن یا ندارن ملاحظات شما که یک، ایران تشویش از داعش داره، هرگز از القاعده نمیترسه چون با القاعده ربابتی دار. دو، تاجیکستان تشویشش از حضور حزب اسلامی تاجیکستان تحت رهبری مهدی ارسلا هست. سه، ازبکستان تشویش داره از حزب اسلامی ازبکستان تحت رهبری عثمانوف و ترکستان شرقی. چین تشویش داره از ایغورها در افغانستان. پاکستان تشویش داره از تیتی یا طالبان پاکستان. البته چین هم ملاحظات دیگه چی؟ هند هم ملاحظات دیگری داره. بنابراین این ملاحظات از اینا باعث از این میشه که میگویند که با طالبان یک نوعی روابطی نرم و تفاهمی داشته باشیم تا ما از طریق افغانستان از دست از این گروه ها تهدید نشیم. بله، پس سلوه هند تمامی کشورها قبول کردن سیدی صاحب کمی گروه های تروریستی در افغانستان حضور دارن؟ بدونی تردید هر کس میدانه. اما گپ دیگه است که درست از اینا در افغانستان حضور داره ولی طالبان گفته که ما اجازه نمیتیم که اینا کسی را تهدید کنه. حرف دیگه پیشتر یک از دوستان شما گفت که ازبکستان آرزوی استقلال داره. من خدمت ما کسی هستم که هستم به اینجا معلومات دارم، معلومات دقیق دارم. زمانی که اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان بود استقلال طلبی داشت، پایگاه های امریکا را کشید. بعدا شوکت میرزایوف که به قدرت رسیده همین لحظه که من به شما گپ میزنم، ولادیمیر نوروف روسی است که وزیر خارجه ازبکستان است. نقش از نسبت به نظربایوف نسبت به شوکت میرزایوف روابطش با پوتین نزدیکتره. وزیر خارجه یک روسی است، نه یک ازبک، نه یک ترکمن، نه یک قزاق. همین لحظه کابینه ازبکستان 8 وزیر روس داره. بنابراین من همین لحظه آقای شوکت میرزایوف، ولادیمیر نوروف اینا روابط نزدیک با پوتین دارن. هر نوع تعامل رو میکنن، گفتگو رو میکنن، رفت آمد میکنن و نقش روسی را اینا درک میکنن. من از یکی از زمان آدمای نزدیک میگم که نامش نمیگیرم. شما میدانید که حرکتی که در قزاقستان شروع شد، که در قزاقستان شروع شد، روسیه رو خاموش کرد یا نه؟ همین لحظه تظاهراتی که در ایران است، شما خبر دارین به اینا غیر مستقیم روسیه به کمک ایران رفته تا تظاهرات خاموش کنه. اگر ما بگیم روسیه کسی است که نزدیک به یک سال میشه کمتر 8-9 ماه میشه با تمام اروپا میجنگه، همین لحظه پشت اوکراین شما میفهمین که 28 کشور اروپایی قرار داره، یک تا کشورهای عربی قرار داره، آمریکا با تمام قوت خود قرار داره، ولی روسیه هنوز خود استاده است. بنابراین روسیه به هیچ صورت
بیدوی اگر روسیه گفت که ازبکستان گفت که طالب به رسمیت بشناسد صبح میشناسد. در غیر از این باید پوتین تصمیم بگیره نه شوکت میرزایوف. بسیار تشکر، سپاسگزار است. مابدی سه وقت تمامی گروه هایی که تروریستی در افغانستان حضور دارن حق داره این کشورها که نگران وضعیت امنیتیشان باشن؟ خب اول باید واضح شود که گروه های مجاهدین در افغانستان تشریف دارن یا نه. مطال واضح نشده که اینا هستن. اگر هستن بعضی از افرادی که از ظلم و استبداد کشورهای خود مثل که میلیون ها افغان در بیرون از مرزهای افغانستان مهاجر شده، اونا اگر آمدن در داخل افغانستان بیس یک کشور اسلامی در اینجا پناه آوردن، امارت اسلامی افغانستان به کرات اطمینان داده که این مهاجرین کدام اقدام نظامی بر علیه از او کشورها انجام نمیتن. قسمی که میبینین در یک ماه و یک سال و چند ماهی که امارت اسلامی اعاده شده، از افغانستان هیچ نوع عملی بر علیه کشورهای همسایه صورت نگرفته. عملا حملات بالای تاجیکستان و ازبکستان دیدیم. درست است، اما او ثبوت نشده که این عملات از طریق امو اتبای از اونا شده. من پیشتر عرض کردم که افراد شریر هستند که میخواین مناسبات دیپلماتیک و روابط نسبتا خوب افغانستان با این کشورها برهم بزنند. مسئله که در فعالیت هایی که در طرف صوبه سرحد در پشتونخوا و یا پشتونستان صورت میگیره، او تثبیت نیست که از افغانستان سازماندهی شده باشه. فراموش نکنیم که 50 میلیون پشتون و بلوچ در داخل مرزهای او طرف خط دیورن موجود هستند. اونا میتونن از مراکز خود اجراعات بکنن. دلیلی که افغان ها و کشورشان و امارتشان متهم به همچون فعالیت ها یا نگهداری مجاهدین میشه، این فقط جنبه های سیاسی است که میخواین از این طریق سر امارت فشار بیارن. اگر این افراد اینا میشناسن، شناسایی کردن و موجود هستن، به کرات ما عرض کردیم که چرا اینا با منابع استخباراتی امارت اسلامی افغانستان اینا را معرفی نمی کنن. این یک شعار جمعی است که در اینجا گروه های تروریستی است. تا حال خود ما در این نشنیدیم که حزب اسلامی ازبکستان یا حزب اسلامی تاجیکستان بایست یک گروه تروریستی معرفی شده باشه. کشورها و ممالک مشخص به اساس سیاست های خودشان افراد و گروه ها را به نام تروریست معرفی میکنند. اما شما دیدین که خود تحریک اسلامی طالبان با وجودی که در جنگ تمام عیار دفاع کشور ما دخیل بودن با اشغالگران، اما تا آخرین روز تحریک اسلامی طالبان و حزب اسلامی افغانستان به تمام معنا بایس تروریست نمی گفتن. بله، آبادی صاحب، القاعده یک گروه تروریستی است؟ من خودم بایس یک گروه تروریستی اونا را نمیشناسم. بله، دنیا میشناسه و رهبرش هم در افغانستان حضور داشت. تا حال ثبوت نشده که دکتر الزواهری در افغانستان موجود بود و کشته شده. این یک ادعا بود، اما تا حال جسد از زواهری به دنیا معرفی نشده. به او اساس ادعا موجود است، هر کس میتونه ادعای داشته باشه، اما به این معنا نیست که هر ادعا درست است یا هر حادثه حقیقت است. حقایق چیزی است که به ثبوت رسیده باشه. شما امروز در دنیای غرب میبینین که اونا به غیب ایمان ندارن و میگن که به ساینس ایمان داریم. به مو خاطر کسی که دروغ میگه لای دیتکتر ماشین میارن. اگر شما صد بار بگوین که با خدا قسم که من دروغ نمیگم، میگه رابطت با خدا برای خودت مربوط است، اما این ماشین اگر دروغ مسئول هستی. فلی آزا این روابط و این مسائل همش میتونه ادعای باشه که ثبوتش ضرورت است در میز محکمه. بسیار تشکر. حکیمی صاحب، تمامی گزارش ها و هم بیان هایی که از جانب کشورهایی که نگران وضعیت افغانستان هستند و میگن که
گروه های تروریستی اینجا حضور دارن، تمامش در حد بیان است؟ ببینین دو چیز هست، هم باید ما فرق بکنیم. یکی برداشتی که ما از وضعیت و از حالت امنیت و ناامنی و ثبات و بی‌ثباتی داریم، یکی برداشتی که دیگرها از وضعیت ما داره. چیزی که آقای عابدی میگه درست است، یعنی ما برداشتی که ما داریم، برداشتی که امارت اسلامی داره، اینا به این باورن که نه، در داخل افغانستان هیچ مشکلی وجود نداره. اما متاسفانه تا هنوز امارت اسلامی نتانسته کشورهایی که نگران است از وضعیت افغانستان، این کشورها را قناعت بده. این نگرانی تا هنوز هم بر از اونا وجود داره. این اونا باورش بر ایست که در افغانستان گروه ها فرق نمیکنه چی تروریستی باشه و چی غیر تروریستی باشه، کفایت میکنه که اینمی گروه در مخالفت با نظام سیاسی خود برخواسته باشه. اینمی گروه ولو تروریستی باشه نباشه تهدید به شمار میره، تهدید علیه منافع ملی، امنیت ملی کشورها، کشورها علیهش اقدام میکنه. به این اساس است که ما فکر میکنم برداشت ها متفاوته. برداشتی که امارت اسلامی داره چیزی است، برداشتی که کشورهای منطقه داره چیزی است. اما یک چیزی که برداشت ها متفاوت است، هنوز زبان مشترک هم به وجود نیامده. اما میخوام یک چیز دیگر، آقای عابدی یک جمله بسیار دقیق اشاره کرد و او گفت که بعضی از نیروهایی که کشورهای منطقه ادعا داره ممکنه در افغانستان به خاطر بدی حوادث و ناامنی و فشارهایی در داخل کشورشان وجود داشته باشه در افغانستان آمده باشه. من میگم دقیقاً اگر این امی کلمه و امی وضعیت هم وجود داشته باشه و اینا هیچ گونه اقدام نکنه، باز هم اینا باعث نگرانی کشورهای منطقه و نظامهای سیاسی خود شده میتونه. نمیگم که هست، میتونه شود. اما قسمی که فرض کنین اگر مخالفین امارت اسلامی امروز در ایران باشه یا در تاجیکستان باشه یا در یک کشورهای دیگه باشه، امارت اسلامی حداقل در یک تصور و برداشتی منفی از حضور اینمی نیروها در کشورهای همسایه و منطقه میتونه داشته باشه. این مسئله است که تا متاسفانه باعث شده که دیدگاه کشورهای منطقه در مجموع که آقای سعیدی به او اشاره کرد نسبت به وضعیت کنونی در افغانستان متفاوت و منفی باشه. به این اساس است که چون دیدگاه اونا منفی شد، رفتارش هم نسبت به امارت اسلامی تغییر خواهد کرد. بله، چی میشه این گروه ها در افغانستان حداقل اگر وجود دارن یا وجود ندارن نگرانی کشورهای همسایه را برانگیختن؟ این کشورها هم تلاش میکنن که به خاطر که آسیب پذیر نشن یک رابطه نرم را با حاکمیت فعلی افغانستان نگاه بکنن، اما واقعا این وضعیت میتونه ادامه پیدا بکنه؟ من فکر میکنم که ادامه وضعیت کنونی به نفع مردم افغانستان و امارت اسلامی افغانستان نیست. علتش است که اگر این وضعیت ادامه پیدا کنند، نگرانی کشورهایی که از افغانستان، از وضعیت کنونی افغانستان نگرانه، نه تنها که کاهش پیدا میکنه، بیشتر میشه. امارت اسلامی به عنوان یک نظام مسئول از منافع ملی افغانستان و مسئول در مقابل حفاظت از تمامیت ارضی افغانستان مسئولیت دارد تا از طریق گفتگو دیپلماسی و از طریق مذاکرات نگرانی های کشورهای منطقه را به صورت 100% باید پاسخ بگوید تا اونا را قناعتش بگیره که در افغانستان هیچ زمانی نمیتونه برخلاف منافع کشورهای منطقه و همسایه عمل کنه. یک مسئله. مسئله دیگه ای که اگر احیانا هم آنچه که اشاره شد نیروهای مخالف نظامهای سیاسی کشورهای منطقه در افغانستان حضور داشته باشه، امارت اسلامی وظیفه داره تا این نیروها را در یک وضعیت کاملا کنترل شده نگه دارن تا ای که کشورهای همسایه و منطقه مطمئن شوند که این نیروها هیچ گونه اقدامات نظامی، سیاسی، تروریستی و استخباراتی را علیه ما انجام نمیده. اینا راه حل ها هست. مسئله سیومی که بخوایم بیشتر به او اشاره کنم، ببینیم ثبات و امنیت و بی‌ثباتی یک امر بیرونی نیست که ما بیایم بگوییم وقتی ازبکستان گفت در افغانستان ناامنی هست، ناامنی شود. ثبات و امنیت در حقیقت یک امر درونی است، اما کشورهای بیرونی میتونه تسهیل کننده باشه. اما این امر
امارت اسلامی گام سیومی که میتونه در این راستا برداره به خاطر نگرانی وضعیت و به خاطر عدم تداوم وضعیت کنونی، یک تعادل در درون افغانستان باید به وجود بیاید، یک نظام سیاسی که در او همه مردم افغانستان برای خود بتونه جایگاه تعریف کنه به وجود بیاید تا دیگه این نگرانی ها برطرف شود و هیچ کسی از درون افغانستان به این باور نرسند که ما امروز در افغانستان تبدیل شدیم به یک میدان یا یک پایگاه برای نیروهای مخالف کشورهای همسایه. ادامه یه تحول پس از وقفه. ادامه یه برنامه بازم خوش آمدین. سیدیس، برایند نشست وزرای خارجه آمریکا و ازبیکستان چی خواهد بود؟ یک نشستی هست کدام توافق و صورت نمیگیره بخاطر از اینکه ازبیکستان صلاحیت تصمیم گیری را به خواهش امریکا میدان نظامی میخواه نداره. اما اجازه بدین که یک حقایق دیگر خدمت شما عرض کنم. بله. ما طالبان از روزی که به قدرت رسیدن بزرگترین دستاوردی طالبان به نزد مردم افغانستان و دنیا آوردن امنیت. فقر بود، گرسنگی بود، پریشانی بود، بیکاری بود، بیبرقی بود، بیامی بود و هست حالا. اما بزرگترین دستاوردی طالب امنیت بود. متاسفانه این دستاورد هم حال رفته. به دوره حکومت اشرف غنی که بسیار ناامنی بود، به طول تاریخ حکومت اشرف غنی یک دفعه به سفارت هند حمله شد. اما از روزی که طالبان به قدرت آمدن مجموعا 19 حمله خارج نهادهای دیپلماتیک شده، 3 حمله هم به نهادهای دیپلماتیک شده، به سفارت پاکستان، به سفارت روسیه و دیروز هم نشانه گرفته شد مهمانهای چینی را. بران وقتی که طالب دستاوردش امنیت بود، اگر این را از دست میده دیگر چیزی وجود نداره. حالا میخوام، من بسیار خوشحال شدم که جناب آقای آویدی حمله کننده های دیروز را در کابل اشرار خطاب کرد. من امیدوار هستم که همه به این نتیجه برسیدیم که هر حمله این تئوری، چی امروز، چی فردا، چی گذشته که صورت گرفته، اشرار بوده. هر کس که بوده باید به این نتیجه برسیم و این وجدان را پیدا کنیم. همه خوشحال شدم از عرضشان. آمدیم سر از این که من میخواهم بعضی اثبات بگویم. بعد از این که رسانه ها بس میکنن، مردمی تا کوشش نکنه که چشمای مردم بسته است، مردم نمیده. اول در موردی که گروه های شورشی در افغانستان حضور ندارن، تی 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 یا طالبان پاکستانی یک سال و سه ماه را نظر به دستوری جناب آقای سراج الدین حقانی با پاکستان آتش بس کرد. 3 جلسه در کابل صورت گرفت تحت ریاست آقای سراج الدین. یک دفعه در کانتینینتال، یک دفعه در کابل، یک دفعه ملاهای پاکستانی من، یک دفعه استخبارات پاکستانی من، یک دفعه قبایل آمدن. پس اگر اینا حضور نداشتن به کابل، یعنی تی تی پاکستان حضور نداشت، این جلسه ها رو کی دایر کرد؟ چرا جناب آقای حقانی ضمانت کرد بر یک سال و سه ماه؟ چطور ضمانت کرد؟ حال بعد از یک سال و سه ماه آتش بس بر هم خورد. اگر اینا حضور نداشتن به پشت سر از اینا شده بود؟ یک. دو، اگر گروه های توریستی در افغانستان حضور ندارند، حضور ندارند، راکت هایی که ازبکستان خود از خانه ما فر شد یا از بندر حیرتان فر شد، حیرتان خود تحت تسلط طالبان است، راکت هایی که به تاجیکستان فر شد از کجا فر شد؟ از این افغانستان فر نشد. همه کسایی که مثلا طالب که میگفت که دیگر گروه شورشی وجود نداره، وقتی که اونقدر گستاخی وجود داره از داعش که به 3 منبع دیپلماتیک حمله میکنه. میدانیم، من یک تعریف میکنم، من دیپلمات بودم، من وزارت سفارت داشتم. هر نمایندگی دیپلماتیک مسئولیت عام و تام به کشور میزبان است. حمله به یک نمایندگی دیپلماتیک حمله به کشورشان است. مثلا حمله به سفارت روسیه نظر به قانون، نظر به کنوانسیون های بین المللی حمله به روسیه است. حمله بر سفارت پاکستان حمله بر پاکستان است. شما این گپار مسخرگی حساب نکنید. به چشم مردم باید ما و شما خاک نزنیم. ولی درست است، اگر به یک مسجدی حمله کنن، به یک منبر حمله کنن، او خاک افغانستان است. این کارها در بزرگ. اما وقتی که به یک نمایندگی دیپلماتیک حمله میشه، شما فراموش نکنیم، شما ژورنالیست های بسیار گرامی، حمله بر سفارت حمله بر کشور است، حمله بر نماینده دیپلماتیک حمله بر کشور. بله، حالا وقتی که میبینیم که این عملات به شکل سیستماتیکش ادامه پیدا میکنه، سیدی صاحب، عملا به روسیه تجاوز شده، عملا به پاکستان تجاوز شده از داخل افغانستان. عملا
بله، کی میکنه به دیدگاه شما در پس حملات چه کسانی هستند؟ به خاطر که میبینیم که تکرار شده میره. من میگم که به گفته آقای آبادی شریرها، شرفگنا، شرفگنایی که دیروز به اونا جایزه دادم شد، امروز شریر شدن. دیروز تشویق میشدن، امروز شریر شدن. همون شرفگنا هستن. اما مسئولیت نمایندگی، حفظ نمایندگی، امنیت نمایندگی چیای سیاسی را به حکومت افغانستان داره. یک چیز به شما بگم، ببینین افغانستان قربانی استخبارات دنیا است. پری روز سفیر چین با آقای عباس سانکزی ملاقات میکنه، میگه ما تهدید امنیتی میشیم، دیروز حمله میشه. شما بدانید که دستگاه استخبارات در افغانستان چقدر داخله، کشورا چقدر از نگاه استخباراتی به رگ و پوست حکومت افغانستان داخل شده. بسیار تشکر، سپاسگزار هستم. آبادی صاحب، وقتی گروه های تروریستی عملا در داخل افغانستان میتونن فعالیت های سیستماتیک را انجام بدن، چطور میتونیم بگوییم که حتی اگر این کشورها در افغانستان حضور داشته باشه، قرار نیست که فعالیت تروریستی را انجام بدن؟ احمدی صاحب محترم، باید تروریسم خودش تشریح شوم. ای که در سفارت ها و یا اماکن داخل کشور عزیز ما تخریبات صورت میگیره، تمامی ازیرا به تمام معنا ما تقبیه میکنیم و به شدت میکوبیم. اما چیزی را که نباید فراموش کنیم است که قسمی که برادر عزیز ما سیدی صاحب محترم عرض کردن که دستای استخباراتی در افغانستان بسیار دراز و دخیل است، نمیگذارن که اقلا اگر ظاهر امر امنیت بگیریم، امون امنیتی که در افغانستان حاکم شده ایره هم مردم افغانستان تجربه کنن و از استفاده مثبت بکنن و کشور و ملتشان آباد کنن. میخواین روابط امارت اسلامی افغانستان با همسایه ها بر هم و در هم بسازن و همچنان امی رحمت الهی که عبارت از امنیت باشه که نصیب ملت ما شده، ایره برهم بزنن و به اصطلاح اعتبار جهانی که امارت اسلامی از امی زاویه مشخص کسب کرده ایرم جریدار بسازن. فراموش نکنیم که افغانستان هنوز در حالت نظامی است. افغانستان هنوز به صلح کامل دست نیافته، بلکه ای آغاز مرحله صلح است. صلح زمانی میاد. آبادی صاحب، وقتی که افغانستان تا هنوز به صلح دست نیافته، وقتی که تا هنوز نمیتونه نارامی های داخلیش را کنترل بکنه، چطور به دنیا اطمینان میده که قرار نیست کدام گروه تروریستی از افغانستان اونا را سیپذیر بسازه؟ افغانستان حکومتش و مردمش قادر به ای است که کشورشان اداره بکنن، تا حد کامل اداره کردن و این عملات تک تک یا خال خال که انجام میشه، این در سراسر دنیا انجام میشه، از امریکا گرفته تا روسیه تا کشورهای اروپایی و لندن و سایر کشورها. هیچ کشور به حساب انگلیسی تروریسم پروف نیست، بلکه عمومیات مطرح است. عمومیات فعلا در افغانستان امیر حکم میکنه و امیر به ما نشان میده که امنیت عامه گرفته شده، اما اهداف سیاسی تمام سفارتخانه ها مراکز سیاسی کشور هستند. چون در این کشورها در اکثرش تضادهای داخلی موجود است، اونا تضادهای داخلیشان کشانیدن در کشور ما، مثل که در افغانستان جنگ ها اشغال و جنگ های مختلف صورت گرفت، مردم ما در کشورهای دیگر رفتن. فقط تفاوت مردم افغان با دیگرایی است که افغان ها با شامت و دوستی که با دنیا دارن و دنیا با ایشان دوستی کرد، در کشورهای از اونا در تمام 45 سال گذشته هیچ نوع فعالیت نظامی نکردن، بلکه فقط جنگشان برای آزادی و عدالت بود. به او خاطر افغان ها بسیار تشکر، سپاسگزارم. حکیمی صاحب،
میکانیزم و رای حل که واقعا افغانستان بر اساس از او میتونه دنیا را قانع بسازه که قرار نیست از آدرس افغانستان متضرر شوند و در کنار از او مهمتر از همه چیزی که اونا هم قناعت بکنن، کدام راه است؟ ببینین احمدی صاحب، فعلا اصل بر ایست که سیاست خارجی با سیاست داخلی دو چیز متفاوت و مجزا است، هم نیستن. سیاست داخلی کشورها، سیاست خارجی کشورها ادامه سیاست داخلی کشورهاست. چیزی که شما گفتین چگونه افغانستان میتونه یا امارت اسلامی میتونه دنیا را قناعت بده است که در سیاست خود داخلی خود کمی تعدیلات به وجود بیاره. یعنی خواسته هایی که جهان و جامعه جهانی از امارت اسلامی داره، او خواسته هایی که در تضاد با ارزش های اسلامی است، باید بلا درنگ امارت اسلامی عملی بسازه. اقدام جدی باید روی از این صورت بگیره. بازم تکرار میکنم، خواسته هایی که در تضاد با ارزش های اسلامی نیست، این باید تا به این اساس بهانه در دست کشورهای خارجی داده نشه. تعدیل در سیاست های داخلی باعث میشه که در سیاست های خارجی هم تعدیل به وجود بیاید. تعدیل در سیاست های داخلی باعث انسجام درونی و اتحاد و یک پارچگی ملت و مردم افغانستان و حمایت مردم از نظام سیاسی میشه. فاصله هایی که بین نظام سیاسی و مردم با وجود آمده یا با وجود داشته باشه، اینا را از بین میبره. او زمان است که در سیاست خارجی هم ما موفق خواهیم شد، کشورها را قناعت خواهیم داد. مشکلاتی هیچ کشوری نیست که 100% مشکلاتش با کشورهای دیگه حل شده باشه. منتها بله، فرصت تمام است، بسیار معذرت میخوایم. سپاسگزارم از حضور مهمانانم که در این بحث حضور داشتن و سپاس شما که بیننده تحول امشب بودید. خدا نگهدار. We'll be right back.